خضر به سینه ام امشب، خضر به سینه ام امشب مگر به طوفان است، و یا نشسته به شورش بسیط عمان است، که باز دیده من در غمان یار و دیار، در این غروب غم‌آور ستاره باران است. خدای من، خدای من، به که نالم ز تلخی تبعید، که های های من امشب به یاد ایران است. خدای من، به که نالم ز تلخی تبعید، که های های من امشب به یاد ایران است. اگرچه آمده و رفته سالهای دراز، اگرچه آمده و رفته سالهای دراز، هنوز میهن من با تو جان به پیمان است. هنوز بر یک سبزی به باد چون گذرد، گمان برم که مرا قاصدی ز تهران است. هنوز گر که شبی ابرها مجال دهند، دو چشم من ز پی اختران کرمان است. دو چشم من ز پی اختران کرمان است. هنوز کام پر از شوکران من شیرین به یاد نیشکرستان خوب دستان است. هنوز گوش من از واژگان تبریزی لبالب است و پر از نغمه خراسان است. هنوز چون که شود آفتاب نورافشان، هنوز چون که سماور به خانه جوشان است، به یاد عهد جوانی و آن ترانه خوش، خیال من چو کبوتر به سوی گیلان است. به یاد عهد جوانی و آن ترانه خوش، خیال من چو کبوتر به سوی گیلان است. و از این ره است که از چهار سویت ای ایران، و از این ره است که از چهار سویت ای ایران، هزار شعله مرا بر جگر فروزان است. تو پایدار بمان، تو پایدار بمان ای نماد خلق و وطن، که از گلوی تو خلق و وطن خروشان است. تو پایدار بمان ای تمامت ایران، تو پایدار بمان ای تمامت ایران، که بی تمامت تو ناتمام ایمان است، که بی تمامت تو ناتمام ایمان است. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمندی که در سراسر گیتی به این برنامه مینگرند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو می آغازم. چامه‌ای رو که در آغاز برنامه شنیدید از اسماعیل وفای یغمایی بود. اعلامیه شهرداری تهران داده که در خور نگرشه. توجه بکنید که این اعلامیه مربوط به یک سال قبل میشه. اعلامیه امروز داده شده، یکی دو سه روز پیش داده شده، ولی شما کینه های شطوری آخوندی رو ببینید. شما نگاه کنید ببینید تا چه اندازه اینها پلید هستن، تا چه اندازه کینه دارند به مردم. مرتضای تمدن استاندار تهران، من گفتم شهرداری پوزش میخوام، استاندار تهران اعلام کرده که مالکان خودروهایی که در جریان بعد از انتخابات ریاست جمهوری پارسال اعتراضات فراوانی کردند با سوء استفاده از فضا و بوق زدنهای ممتد، جرم رو ببینید، و ایجاد راهبندانهای غیر اصولی، راهبندان غیر اصولی، حالا من نمیدونم اصولیش چیه که این غیر اصولیشه، مردم را اذیت کرده اند، این مالکان احضار میشن. اولا مردک،
تو همه این صغرا کبرا رسیدی گفتی اینا با بوق زدن و با راه بندون مردم اذیت کرد، مردم که اعتراضی نداره، یه اعتراض مردم رو بیار نشون بده. دوم، چطور بعد از یه سال بیدار شدی؟ حالا با این اعلامیه آدم اندکی نگاه میکنه به دیگر اعلامیه ها و دیگر توقعات سردمداران جمهوری اسلامی. بوق نزنید، گریه نکنید، حرف با یکدیگر نزنید، شکایت از هیچ چیزی نکنید، اعتراض نکنید، الله اکبر نگویید، لباس سبز نپوشید، حق رأی نخواهید، شلوار تنگ نپوشید، موهایتان را بلند نکنید، از تورم چیزی نگویید و گله نکنید، از گرانی هرگز شکایت نکنید، ریشتان را با تیغ نزنید، از بی‌عدالتی گله نکنید، مرگ بر دیکتاتور نگویید، از بیکاری شکایت نکنید، از عقب افتادن شش ماه شش ماه حقوقتان شکایت نکنید، پیراهن آستین کوتاه نپوشید، دنبال جنازه عزیزانتان گریه نکنید، با پای راست به مستراح نروید، دست زنتان را در خیابان نگیرید، از تجاوز در زندانها اصلا صحبت نکنید، برای گرفتن حقتان هرگز تظاهرات نکنید، صحبت از 18 میلیارد گم شده اصلا نکنید، از کشتار مردم بیدفاع اعتراض نکنید، سر خاک عزیزان کشته شده خودتون گلایه نکنید، به بخشیدن پول نفت به عربها دخالت نکنید، حرف 1 میلیارد دلار ثروت آقا مجتبی خامنه ای رو اصلا نزنید، از بازسازی لبنان با پول نفت ایران حرفی نزنید، از دادن حق دریای خزر به روسها شکایت نکنید، از دزدی‌های دستگاه احمدی نژاد و دزدی‌های لاریجانی رئیس مجلس سخن نگویید، از فروختن زنان ایرانی به شیخ نشین‌ها صحبت نکنید، فقط خفه شوید، بگذارید که ما هر کاری که خواستیم بکنیم، با تشکر از شما سردمداران جمهوری آخوندی. این رژیم یعنی این. بعد اون مردک مشنگ میگه در ایران آزادی هست، اصلا ما در ایران گرفت و گیر نداریم. خیلی ببینید، بعضی ستمگران پررو نیستن، بعضی پرروها ستمگر نیستن، بعضی دوستها وقیح نیستن، بعضی از وقیحان دوست نیستن، ولی اینها هم پررو هن، هم وقیح هن، هم دوست هن، هم ستمگرن و هم جانی. خب امروز میخوام یک بحثی رو شروع کنم که شاید چند برنامه رو بگیره، و اون بحث یک امام موهوم به نام امام 12. اصلا بیایم بررسی کنیم ببینیم این مسئله چگونه شروع شد و چگونه دنبال شد و چه سوء استفاده هایی دارن ازش میکنن. اول ببینیم آخوندها در کتاب های خودشون راجع به امام زمان چی گفتن، راجع به پدید آمدنش و به اصطلاح وجود آمدن و زاده شدنش. شیخ طوسی در کتاب الغیبت از طلع کبرا، اصلا طلع کبرا کیه؟ اسمشو یک بار هم هیچ کس نشنیده جز در کتاب آقای شیخ طوسی. از طلع کبرا و او، حالا یکی رو که ول نمی‌کنه، و او از احمد ابن علی، میلیون ها احمد ابن علی داریم، او از محمد ابن علی، او از حنظله فرزند زکریا، او از سقه نقل کرده که حلیمه روایت کرده. حلیمه کیه؟ ببینید وقتی میگم آدم دروغگو کم حافظه میشه، اینه
اینجا در این کتاب حلیمه خواهر امام حسن عسکری امام یازدهمه. همین حلیمه رو در کتاب دیگه نوشته حکیمه، همین رو در کتاب دیگری نوشته زبیده. آخه اگه واقعا شما راست میگین چرا چندین اسم برای یه نفر میگین؟ از حلیمه روایت کرده که حلیمه گفت در سال 255 در شب نیمه شعبان، اینو قشنگ یادشونه، مثلا 255 شب نیمه، اما حلیمه و حکیمه و زبیده و عبیده رو قاطی کردن. در شب نیمه شعبان امام حسن مرا طلبید، یعنی خواهره میگه برادرم که امام حسن عسکری بود منو طلبید، خواست و سفارش کرد که امشب افطار را در پیش ما باز کن. حالا نیمه شعبانه، افطار چیه؟ افطار که تو رمضان میکنه. اینجا یادشون میره اون یکی نیمه شعبان و درست سال 255ش درست. زیرا به زودی خدای تعالی تو را به سبب وجود ولی و حجت خود که خلیفه، خلیفه اصولا یعنی جانشین، که خلیفه ما بعد از من خواهد بود مسرور خواهد کرد. امام خواسته ایشون رو، حالا انگار امام حامله بوده، اون خانومه باید بخواد، زن امام باید بخواد که بگی فلان، از کجا معلومه که شب بوده باشه، خواهد کرد. حلیمه گوید که به این مژده دلم شاد شد، لباسهای خود را پوشیدم به خدمت حضرت امام رفتم، یعنی برادرشون، دیدم که در صحن خانه نشسته و کنیزان و همسران در اطراف او ایستادند. بعد چقدر بد میگذشته به امام. گفتم فدای تو شوم، خلف تو از کدام همسرت متولد خواهد شد؟ گفت، فرمود از سوسن. حالا دقت کنید، تو یک کتاب نوشته مادر امام، امام دوازدهم، اون امام موهوم، اسمش سوسن بوده. تو یک کتاب دیگه کلینی نوشته اسمش نرگس یا نرجس بوده. تو یک کتاب دیگه نوشته ملیکه اسمش بوده، ملیکه دختر قیصر روم. شما تاریخ روم رو بخونید ببینید کدوم قیصر روم اسم دخترش ملیکه بوده، اونم همزمان با 255 هجری. یعنی وقتی یکی بخواد دروغ بگه اقلا یه شعوری، یه دانشی، یه نمیدونم آگاهی به تاریخ داشته باشه که بر اساس اون بیاد این سیستم رو دروغگویی رو پیاده کنه. اینا انقدر ابله بودن، هر چی به قلمشون میومد مینوشتن برای اینکه یه عده نادان و ساده دل رو جذب کنن و سوار کولشون بشن. حالا من دارم فعلا سیستم آخوندی رو معرفی میکنم، بعد میرسیم به این که اصلا چرا این آخوندها این کار رو کردن. به هر روی به امام گفتم فدای تو شوم، خلف تو از کدام همسرت متولد خواهد شد؟ فرمود از سوسن، که همینطوری گفتم یه جا گفتن سوسن، یه جا گفتن نرگس، یه جا گفتن نرجس، یه جا گفتن نمیدونم نام لاتینش ملیکه بوده، از این حرف. پس من به دقت، یعنی حلیمه یا حکیمه یا زبیده، میگه من به دقت در زنان و کنیزان حضرت نظر کردم، چون همه دور حضرت گرفته بودن، گاردش بودن دیگه، نظر کردم در هیچ کدام غیر از سوسن اثر حمل را ندیدم. حالا معلوم نیست اثر حمل چیه که حضرت حلیمه خاتون با یه نگاه فهمیده که کی حامله، شکمشو نگاه نکرده که بزرگه یا کوچیکه. وقتی که نماز مغرب و عشا ادا شد خان گستردند و افطار کردیم. حالا بازم میگم نیمه شعبون چجوری افطار کردند و من و سوسن در یک اتاق خوابیدیم، قدری خواب نمودیم. انشاء رو ببینید، عیناً از کتاب الغیبت من نوشتم، قدری خواب نمودیم. پس از آن بیدار شدم، در امر ولی الله متفکر بودم، پس برخواستم و نماز شب را ادا کردم. نماز شب نمازی است که بعد از نصف شب میخونم. به خاطرم میآید که ناگهان سوسن با اضطراب برخاست، وضو کرد و به نماز شب ایستاد و سپس فجر طلوع کرد، یعنی سپیده زد. پس حضرت امام مرا از حجره خود ندا داد، صداش کرده
فرمود شک مکن که گویا شک مکن گویا که وقوع امر نزدیک شده. میگه به این کار اصلا تو شک نکن. برگشتم به اتاق، ناگهان دیدم سوسن نماز را قطع کرد و با اضطراب بیرون آمد و در نزدیک در خانه به او رسیدم. گفتم پدر و مادرم فدای تو باد. اینا هیچ وقت خودشون مایه نمیذارن، با پدر و مادر به این رسله گفته بابا ننم فدای تو، خودم نه. آیا در خود چیزی حس میکنی؟ سوسن گفت بله. فوراً بالینی در میان خانه گذاردم و سوسن رو روی آن نشاندم. او ناله کرد و شهادت گفت، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. ناگاه ولی الله را دیدم، یعنی بچه به دنیا آمد ولی الله، که به سجده افتاده الله اکبر میگوید. الله اکبر، واقعا الله اکبر که یه بچه تازه متولد شده به جایی که گریه کنه میگه الله اکبر. شانه های او را گرفتم در کنار خود نشاندم و پاک و پاکیزه اش کردم. پس امام حسن عسکری مرا ندا داد که یا عمه، حال دیگه عمه شده دیگه، پسر مرا به نزد من آر. او را نزد آن حضرت بردم. او را از من گرفت، زبان خود را به چشم های او مالید. آخه کجای دنیا دیدید یکی بچه رو بگیری، حالا چه یه روزم نه اصلا، یه ماهه دو ماهه، چششو بلیسه. زبان خود را به چشمهای او مالید. آن وقت چشمهایش را باز کرد. چششو باز نکرده بوده، الله اکبر رو گفته ولی چشمه باز نکرده، تا اینکه حضرت بیاد بلیسدش. بعد از آن زبانش را به دهان او کرد و بعد از آن به گوشش کرد. خیلی هر جا بوده تو هر سوراخ سر صورت این زبونش فرو کرده. بعد از اون زبان بعد از آن به گوشش کرد، بعد از آن او را در کف دست چپ خود نشان. ولی الله، یعنی همون بچه، در دست آن حضرت نشست و امام گفت پسرم سخن بگو. ناگهان ولی الله گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نريد ان نمن على الذين استعفزوا و و و بروکنا. و سپس یکایک بر پیغمبر خدا امیرالمؤمنین و سایر ائمه تا پدرش واحد به واحد صلوات فرستاد. خب تا اینجا رو داشته باشید. این سیستم آخوندی است که داره میگه که امام زمان چجور متولد شد. اما بیایم از نظر جامعه شناسی بررسی کنیم، ببینیم اصولا فلسفه امام زمان، اصولا امام زمان یعنی پیشوایی که در زمان به وجود میاد و در زمان زنده است، انجام میده کارشو. وقتی که از دیدگاه جامعه شناسی به این مسئله نگاه میکنیم، میبینیم بسیاری از کیش‌ها و باورها به هنگام ناتوانی، به هنگام عجز، به هنگام انحطاط، به هنگام درهم ریختگی، به هنگام زیر فشار بودن سخت، متکی یک وجود خیالی و فرضی میشن که این آدم روزی خواهد آمد و آنها را خواهد رهانید. ببینید رو لغت توجه کنید. ملت هایی که زیر فشار و ستم هستن میگن یک مسیح، مسیح به زبان سوریانی یعنی رهاننده، یک رهاننده میاد، میاد نه اینکه الان وجود داره، یک رهاننده میاد و ما رو میرهاند. به همین دلیل میترایز هم بر این باور بودن که میترا مسیحه و رهاننده است. این اندیشه چندان عجیب نیست از نظر جامعه شناسی، برای اینکه وقتی یک ملتی زیر فشار قرار میگیره، یک ملتی دستش از همه جا کوتاه میشه، منتظر یه نفر بیاد اون رو نجاتش بده، برهاندش از اون چیز، و نمیشه در خور خردگیری اونو قرار داد. خوب دقت کنید، میگن یک رهاننده میآید. حالا من میگم فرقش با اینی که آخوندا میگن چیه. چون آدم همیشه بر این باوره که باید به اتکای یک نفر قهرمان بیاد و این زندگیشو دگرگون کنه، و چون زندگی هر ملتی زیر و رو داره، نشیب و فراز داره، ملت‌ها در نشیب میدونن که مسلماً یک فرازی هست، ولی این فراز رو یک رهانه باید بیاد بده. در تاریخ ما داریم کوروش کبیر،
داریوش بزرگ، یعقوب، اینا رهاننده بودن، نادر، اینا هم رهاننده بودن و مانند اینها. منتها اینا آمدن، پدید آمدن، زاده شدن، میدیدنشون، قبلا نبودن و اومدن ملت و میهن خودشونو رهانیدن. اینا رو ملت، رهاننده های ملت ایران میگن. از اینا زیاد ملت ایران داشته، جلال الدین خوارزمشاه و و و و. حالا آیا این فقط در مورد ملت ایران؟ در آغاز گفتم نه، بسیاری از آیین ها و کیش ها که در انحطاط میفتن، در ناتوانی میفتن، معتقد به این میشن که یک نفر میاد نجاتشون میده. زرتشتیان چشم به راهش سوشیانت یا شاه بهرام هستن، یهودیان در انتظار مسیح یا رهاننده هستن، هنوز معتقدن مسیح. خود مسیحیان چشم به راه عیسی هستن که از آسمان میاد و اونها رهایی میده. تنها در دین اسلامه که پیامبر اسلام، باز فردا نه بگید آقای قطا چرا گفتی پیامبر، مگه تو اونو قبول داری به پیامبری؟ نه آقا، پیامبر اسلام، شما اصلا حق ندارید به کیش و آیین کسی تجسس و تفحص کنید. در امریکا جرمه بررسی آیین کسی، به کسی بگید تو معتقد به چه دینی هستی، جرمه. تنها در دین، در اسلام هست، در دین اسلام هست که محمد پیامبر اسلام گفته هیچ کس دیگه بعد از من نمیاد و من خاتم النبیین هستم و این رو به روشنی گفته در هر جای. ولی آخوند که این چیزا سرش نمیشه، آخوند دو جیبشو میخواد و مفخوریشو میخواد. این مسئله تحت فشار قرار گرفتن ایرانی ها از طرف تازیان و اون زمینه فکری ایرانی ها که بالاخره زرتشتی بودن و منتظر سوشیانت بودن، باعث شد که ایرانی هایی که اومدن کیش شیعه رو در اسلام پدید آوردن، یعنی اسلام ایرانی زر درست کردن، بیان از این اندیشه طبیعی که هر ملتی که زیر فشار قرار میگیره منتظر یه رهاننده است، بیان استفاده کنن و بگن که بله یک رهاننده میاد، یه رهاننده میاد. نگفتن که امام دوازدهم، چون اصلا اون همزمان هنوز علی بوده و بعدش هم حسن و حسین بودن. میاد یعنی زایده میشه بعدن و میاد و دیده میشه. اما پلیدکاری این آخوندا که بارها و بارها گفتم که کیش شیعه یک کیش ملی دینی و اجتماعی بوده، اومدن این رو خرابش کردن، برای اینکه تبدیلش کردن به منافع جیبشون و منافع تسلط بر نادانها و کمدانشها. و این پندار رو با اون چیزایی که براتون خوندم در ذهن مردم جای دادند که او در حدود 1200 اندی سال پیش آمده، هنوزم زنده است، وسط ماهام هست، هیچ کس نمیریدش. این مسخره است، این مسخره است. حالا امام زمان رو اینا چجوری ساختن؟ اون که از نظر کتابه بود، ولی تاریخ رو نگاه کنیم ببینیم تاریخ چی میگه به ما که این امام زمان چجور از نظر تاریخی، نه مزخرفات آخوندی و عمم اومد و زبونشو تو چشش مالید و نمیدونم هیچ آثار هم درش نبود و پرسیدم که یبن رسول الله به برش گفته، حالا خودش دختر رسول الله نبوده، خودش هم خواهره اونه دیگه، شما که گفتی سوسن، من در سوسن آثار هم ندیدم. گفته ما امام ها که اصلا اینجا در پهلو هستیم، از ران راست هم زایده میشیم، از جای کثیف زایده نمیشیم. اینا هست تو کتاباشون، از این چرت و پرت ها هست که اصلا بچه 5 سال هم دیگه قبول نمیکنه این مسئله رو. در اینا رو میذاریم کنار، بیایم از نظر تاریخی بررسی کنیم. در میان حدیث هایی که از محمد نقل شده، یک جمله اینه که میگه انا مدینتن علم و علیون بابها. حالا راست یا دروغش من نمیدونم، این اینو ساختن، یعنی این جمله هست که میگن پیامبر گفته، یعنی من شهر دانش هستم و علی در این شهره.
این اندیشه رو داشته باشین که این سخن رو از زبان محمد میگم، تا به روزهایی که بعد از مرگ محمد بنگریم. در اون زمان ایرانی ها برای جدا کردن خودشون از تازیان و از دین تازی یعنی دین اسلام آمدند مسئله شیعه رو بنیاد گذاشتن. شیعه یعنی پیرو، شیعه مرتضی علی، یعنی ما پیرو علی هستیم. حالا داستان سیاسیش هم بارها گفتم، برای اینکه علی با طلحه جنگید، با زبیر جنگید، با ابو سفیان جنگید، با خبارج جنگید، با عایشه جنگید و اینا همه عرب‌های خلصی بودن که به ایران هم حمله کرده بودن. بنابراین ایرانی‌ها اومدن این سمبول کردن. چرا؟ برای اینکه اگه یه ایرانی رو رهبر می‌دونستان تو سرش رو می‌زدن عربا. اونا که شوخی سرش، اونا آدم کشی براشون مثل آخونده راحت راحت بود. این بود که علی رو که یکی از خلیفه هم بود گفتن این پیشوای ماست. اونم به دلایلی که گفتم براتون. بعد براش داستان ساختن و برای یزدگرد سوم دختر تراشیدن و به نام شهربانو و اینو زن حسینش کردن که بگن حسین داماد ایرانیاست. از این پرت و پلاهاش در هیچ تاریخی من ندیدم یزدگرد سوم دختری به نام شهربانو داشته باشه. برید تاریخ ها رو نگاه کنید. ده نخوندن تاریخ باعث میشه که اینا سوار ما بشن و هر مزخرفی رو بگن. من از دوست ارجمندم سامان خواهش میکنم آگهی چیزی اگر هست بگذارن، برگردیم دنباله این جستار رو بگیریم. بله، گفتم که اومدن دنبال علی رو گرفتن که بگن که ما شیعه مرتضی علی هستیم و خودشون جدا کردن به هر حال از تازیان. اما خب چون این دستگاه و دم و دستگاه امامت و ایرانی ها درست کرده بودن دیگه، علی و حسن و حسین و زین العابدین و همینطوری بیاد تا پایین، ایرانی ها برای این آدم ها امام ها پول میفرستادن، گوهر میفرستادن، پارچه های ابریشمین میفرستادن، برای اینکه عربا نخورن اینو، چون امامه که عرب بودن، عربا نخورن. اومدن از اون حرف محمد استفاده کردن، گفتن که همونطور که پیغمبر گفته انا مدینه العلم و علی بابها، این امام ها شهر دانش هستن و یه باب میخوان که از اونجا پیروان برن با اینها صحبت کنن و این باب ایرانی رو گذاشتن، یه ایرانی رو گذاشتن اونجا به نام باب امام. هدیه ها و ارمغان ها و زر و سیم ها و پارچه های گرانبهایی که میومد از طرف ایران برای این امام ها، اینا رو میدادن دست باب، یعنی اون ایرانیه که بگیره مواظب باشه عربا نخورن و داشته باشن برای اینکه اداره کنن سیستم شیعیگری رو، و همه رو قانون این بود که به دست باب امام بسپرن. این روش دنبال میشد. حسن، حسین، زین العابدین، نمیدونم امام محمد تقی، امام علی نقی، امام جعفر، امام نمیدونم موسی کاظم، امام، همه جا این ادامه داشت، برای اینکه هر وقت یک امامی هم که میمرد پسرش رو قبلا امام کرده بود، تا میرسه به امام حسن عسکری. امام حسن عسکری عقیم بود، فرزند نداشت، نمیتونست فرزند بزایه، به همسرانش نمیتونستن فرزند بزاین، ایشون عقیم بود و باب ایرانی او هم عثمان فرزند سعید یا عثمان ابن سعید بود. این عثمان ابن سعید بعد از اینکه امام حسن عسکری درگذشت، اینجا رو دقت کنین، دو جریان پیش اومد. یکی اینکه عثمان ابن سعید شایع کرد که امام فرزندی داره که غایبه. حالا چجور اونا رو که براتون خوندم، ولی از نظر تاریخی میخوام براتون بگم. خلیفه المتوکل، خلیفه زمان اون موقع المتوکل بود، به برادر خودش گفت برو فورین بر جنازه حسن عسکری نماز بخون، چون امام حسن عسکری بچه که نداشت که، برو اونجا از طرف خلیفه نماز بر جنازه بخون. و این آدم به نام ابو عیسی بود، این نماینده خلیفه. ابو عیسی میاد اول روی کفن رو پس میزنه، به تمام علویان و
عباسیان و شیعیان که اونجا بودن نشون میده، میگه این حسن فرزند علی، فرزند محمد، فرزند رضاست. یعنی امام 11 فرزند امام 12، امام 10، امام 9 و امام 8 که رضاست هست. میبینید که به مرگ طبیعی در بستر خود درگذشته. گروهی از مردم هم که در اونجا حاضر بودن همه دیدن اون رو، بعد روی جسد رو پوشوندن. بعد از برگزاری آیین‌های نماز او رو در سامره در خانه پدرش به خاک سپرد. عثمان فرزند سعید باب امام مثل همه آخوندا و کسانی که دین رو به پول میفروشن و میخوان سوار مردم بشن و میخوان مفت بخورن، مثل همینایی که دفتر رئیس جمهوری میچاپه مجلس اعتراض میکنه، مجلس رئیس مجلس و دیگران میچاپن رئیس جمهور اعتراض میکنه میگه من باید بخورم، اون میگه نه من باید بخورم، اون میگه تو از قانون تجاوز کردی، میگه تو از قانون تجاوز. اون موقع عثمان ابن سعید واقعا جد به حق آخوندها بوده، بسیار شیاد بوده، بسیار حق باز و زرنگ بوده. میگه امام حسن پسری داشته که او امام ناپیداست و همه این هدایایی رو که شما میدید من میبرم میدم به پسر امام که ناپیداست. حالا جالب اینجاست، در یه محوطه کوچیکی مثل سامره دیگه، در اونجا باید همه چی پخش بشه ولی چون محیط بسته بوده، بعد روزنامه، رادیو، تلویزیون، خبرها این ور اون ور نمیرسیده به همه. جالب اینجاست که 5 سال تمام این آدم کلا سر مردم میگذاشت و اونایی که میومدن، اون ابلهانی که میومدن، طلا می آوردن، پول می آوردن، نقره می آوردن، پارچه های ابریشمی می آوردن، گوهر می آوردن، دور می آوردن، اینا می آوردن. نه پرسه آقا این بچه کو با ببینیمش آخه. پول می داشتن و خداحافظی می کردن و می رفتن. و هیچ نشانه ای هم از این دیده نمی شد. یکی دو بارم که پرسیدن گفتش که به علت این که این بچه رو ممکنه المتوکل خلیفه و یا دیگران خلیفه های بعدی بکشند، این رو خداوند غیبش کرد. خداوند زورش به خلیفه نمیرسید بگه آقا نکش. مگه شما نمیگی اگه برگ از درخت بدون اجازه خدا نمیفته؟ بنابراین چطور خدا از ترس خلیفه اینو غیب میکنه؟ کار سختتر میکنه. خب اون کار راحتتر رو میکرد. ولی از ترس خلیفه خداوند این رو غیب کرده. کجاست؟ درون یک سردابی است، درون چاهی سردابی، چاهای سرداب مانندم بود که این با پسرش، این عثمان ابن سعید با پسرش روغن فروشی هم میکردن. آخه آخونده همه کار هر جا پول هست باید دنبالش برم. این روغن ها رو میذاشتن تو اون سرداب، این خیکای روغن ها که خراب نشه. اینا میگفتن خب این پولا رو چجوری به امام دادیم؟ میگفت تو خیکای روغن میذاریم میفرستیم تو سرداب خدمت امام. ایشون دستور میدن که چجور پخش بشه. خب حالا میگیم امام باید در میون مردم باشه. امام یعنی پیشوا. پیشوا باید اسمش پیداست دیگه، جلوی همه را بیفته، شناخته بشه، دیده بشه. بجز حسین و بجز علی کدوم یکی از این امام ها پیشوا بودن؟ زین العابدین که 17 ساعت سرش روی سجده بوده، تو 17 رکعت نماز که میخونده، بیمارم که بوده. بعد پدرش اصلا اسمی زیاد تاریخ داشته. بعد جدش، نوش ببخشید، که امام جعفر صادق اقیانوس العلوم بهش میگفتن، اومد ابو مسلم گفت آقا بیا به خلیفه. گفت نمیشم، این چه امامیه؟ بعدم میگن اقیانوس العلوم خبر نداشته، پسرش زودتر از خودش میمیره، اسماعیل رو برمیداره و امام میکنه. بعد اسماعیل میمیره. حالا بعضی هم که نوشتن که اسماعیل شرابخواره بوده، فرق نمیکنه. در هر دو صورت امامی که اقیانوس العلوم بوده نمیدونسته پسرش چی کاره. من با یه آخوند از اون آیت الله های گردن کلوف که گردنشو تبر نمیتونه بزنه در این زمینه صحبت کردم. گفتم آقا جان مگه شما نمیگی امام رو خداوند دستور میده به
امام بعدی که تعیین کنه، یعنی هر امامی که مثلا امام هشتم، امام ششم، امام هفتم رو خدا میگه که کیو تعیین کن. گفت بله. گفتم چطور پس امام جعفر صادق آمد اسماعیل پسر بزرگشو چیز کرد، امام کرد، ولی پسر مرد. گفت خدا پشیمون شو. ببینید چقدر واقعی هم نمیگه امام نمیفهمید، از آینده خبر نداشت، میگه امام خدا پشیمون شد. گفت اسماعیل نه، بعد موسی، که بعد امام موسی کاظم امام هفتم شد. این آقا 27 سال تو زندان هارون بوده. من میخوام بودم کدوم پیشواییست که 27 سال تو زندان بوده ولی پیشواست. بعدم این های بچه ها کجا پیدا کرده؟ پس تو زندان هم بهشون بعد نمیگذاشته؟ به هر روی یکی از اینا نپرسید که آقا اگه این امامه یعنی پیشواست باید تو بین مردم باشه، ما باید ببینیمش. و نه، خدا این رو غیب کرده برای اینکه ممکنه خلیفه المتوکل اون رو بکشه. چرا خلیفه پدرش رو نکش؟ چرا امام حسن عسکری رو نکش؟ حتی فرستاد یه گروهی رو اومدن گفتن ببینید بابا این به مرگ طبیعی مرده، چون میدونست که هر امامی که میمیره شیعیان شروع میکنن که بله این خلیفه کشته و همه رو میگن شهید. اما بدبختانه اون آدم های کم دانش که اکثریت شیعیان رو هم تشکیل میدن دنبال دلیل نمیگردن. روانشاد کسروی میگه، میگه اینا دلیل نمیخوان، با خرد کار نمیکنن، اینا یه باوریست بهشون میگن، میگن خیلی خوب. با اینکه خلیفه المتوکل بعد از مرگ امام حسن عسکری، خوب دقت کنید، هیئتی رو برای بررسی مسائل مالیش، مسائل مالی امام حسن عسکری، هیئتی رو فرستاد، حتی دو تا زن در اون هیئت بودن که برن به خونش و این هیئت همه دارایی حسن عسکری رو بررسی کنن و این کار رو کردن و با داراییش رو لاک و مور کردن، چون بچه نداشت، چون همه میدونستن بچه نداشت. بعد شایعه مربوط به عثمان ابن سعید رو شنید خلیفه، گفت آقا فوراً تمام کنیزان و زنان اینها رو هم بررسی کنید ببینید کسی حامله نباشه. اونها اومدن و همون زنانی که گفتم بررسی کردن، میونه همه کنیزا و همسران امام حسن عسکری یک کنیزی رو شک کردن، چون سوال میکردن که از نظر عادت ماهانه و غیره و غیره و غیره و آزمایشا این، گفت مثلا من نشدم عادت ما. گفتن خیلی خوب. 9 ماه این رو زیر نظر گرفتن و بعد دیدن نه باردار نیست، برش کردن. با همه اینها از گذشته از این، جعفر برادر امام حسن عسکری هم رفت در نزد خلیفه گفت برادر من فرزند نداشته و نداره، اما آخوند سر حرف خودشه. عثمان ابن سعید میگه نه داره و غیبه. آخه موضوع اینه، مثلا اگه خلیفه هم میومد میگفت کو، گفت غیبه، من نمیدونم کجاست که غیبه. به هر روی داستان این بود که این رو اینجوری پدیدش آوردن. حالا بعد چه تالیفات هایی پیدا کرد، چه سوء استفاده های آخوندها از این مسئله کردن، این رو میگذاریم برای برنامه آینده. 7 دقیقه من دارم به پایان برنامه‌ام. یه مقدارم از این حدیث هایی که راجع به اینکه کجا بسم الله بگید، کجا بسم الله نگید، کجا چیکار کنید، اونو میگذاریم برای هفته آینده. میپردازیم به سخنان بزرگان. حالا شما ببینید فرق میان اونهایی که اون لا تائلات رو گفتن، رو اون پرت و پلاها رو گفتن، با آدمهایی که مغزشون کار میکنه و انسان هستن و سخنانشون واقعا گوهرباره چیست. آدمی که میگه که علی نشسته بود، محمد سرش روی زانوی علی خوابش برد، بعد عصر بود، رفته رفته آفتاب غروب کرد،
محمد از خواب برخاست. حالا محمد معلوم قبلا نماز خونده، چرا قبلا محمد نماز خونده بود؟ علی باهاش نخونده بود، حال کاری نده. محمد از خواب برخاست، گفت علی تو نماز ظهر و عصر تو خوندی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت سر شما رو پای من بود. گفت نه نمیشه، از خدا بخواه، چون خدا حرف تو رو گوش میده، هر پیغمبر رو گوش نمیده، حرف اینو گوش میده، خدا حرف تو رو گوش میده و یه کاری نکن که نماز قضا شه. علی هم خواست، ناگهان رعد و برقی شد، خورشید 3 ساعت برگشت به عقب، شد عصر دوباره. علی نماز ظهر عصر خوند، یک صدای انفجار بزرگ در اومد، دوباره شد ساعت 8 شب. این رو، این شیوه گفتاری رو، این شیوه احمق پروری رو، این شیوه نادان دوستی رو، نادان فریبی رو بگذارید جلوی این سخنانی که بزرگان میگه. میگه در جامعه واپسگرایی و تعصب، در جامعه واپسگرایی و تعصب، مذهب هویت خدای خود را از دست میدهد و کهنه پرستی جای خدا پرستی رو میگیره. که این رو توضیحشو دادم که آدم های نادان خدا رو ول میکنن، میرن فلان امامزاده رو، فلان درخت و فلان امام رو ذریعشو میگیرن، میگن مثلا ما رو شفا بده، یا نمیدون کار ما رو گره از کارمون بگشا، یا نمیدون یه زن خوب قسمت ما کن، همه چی از امام میخواد. بابا این امام خودش در زمانی که بوده یه انسان بوده، مریض میشده. امام زین العابدین عمری مریض بوده، چرا خودشو خوب نکرده؟ وقتی خود نمیتونه شفا بده بیاد مریض تو رو شفا بده؟ امام رضا خبر نداشته، حالا اینطور که آخوند میگه، خبر نداشته که این انگور سمیه، خورده مرده. حالا تو میری ازش چی میخوای؟ چرا اونو جای خدا میذاری؟ همینطور بقیه همه اینا. علی با اون هفتم گفتم علی شمشیر خورد، وصیت کرد که اگر زنده موندم، خودم میدونم چه، اگر یعنی چی؟ یعنی نمیدونم. خود محمد که پیشوای آخوندا میگن، پیشوای ماست که دروغم میگن، این گفته لا علم الغیب الا الله، هیچ کس جز خدا غیب نمیدونه. در جای دیگه در قرآن میگه که هیچ کس حق نداره شفاعت گناهکاران رو بکنه مگر اون که خود خدا بخواد. شما چی میگین؟ پول تو جیب آخوند میریزین؟ از اون ذریعه پول میریزید اون تو؟ به هر روی، وقتی خرافات دین را میبلعد و گفتار بزرگان تحریف می شود، باید فاتحه عقل و خرد رو خوند. یک بار دیگه میگم، جمله بسیار بسیار بزرگیه. وقتی خرافات دین را می بلد و گفتار بزرگان دین تحریف می شود، باید فاتحه عقل و خرد را خواند. وقتی که رئیس جمهور یک کشور با فرهنگی مثل ایران آدم مشنگ و ابلهی میشه، آدم وقیح و پررو و دروغگویی میشه که میگه امام زمان داره کشور رو اداره میکنه، ببینید حق بازی تا کجاست؟ که اگه هر پلید کاری کردن، هر کسافت کاری کردن که تا حالا کردن، بندازن گردن امام زمان، امام اوهو، اون بدبخت هم که وجود خارجی نداره که بیاد اعتراض کنه، که تموم رفته. وقتی توی هیئت وزرا صندلی میذارن، صندلی هایی برای امام و یارانش، بفهمید این آدم چقدر ابلهه. اون وقت این دینی که از این توی این خرافات برمیخیزه، همون دینی است که هویت خدای خودشو از دست میده و باید فاتحه عقل و خرد رو خواند در اون کشور. هم میهنان رهبر همه ما انسان ها خردشه. دین زندگی به آیین خرده. هر چی رو که خرد شما پسندید و پذیرفت، اون درسته، نه هر چی رو که آخوند میگه. آخوند کدوم حرفش منطقی است که این باشه؟ وقتی میگه خدا پشیمون شد و به امام جعفر گفت حالا موسی رو بذار جای اسلامیل، و در یک کیش تازه اصلا پیدا شد،
بسیاری آمده بود آقا تو چه امامی هستی که عوض میکنی جانشین تو؟ مگه تو میگی خدا به من دستور داده؟ پس ما میریم دنبال اسماعیل، اسماعیلیه پدید اومدن، از همینجا اسماعیلیه پیدا شدن. به هر روی اگر ورد بیرون آوردن قول از درون شیشه را دانستیم، حتما باید ورد در شیشه کردن قول را هم بدونیم. وقتی آمدیم گفتیم که ما همه سرباز تویم خمینی، گوش به فرمان تویم خمینی، خدایا خدایا نمیدونم امامی فلان بکن، باید هم بلد بوده باشیم که این قول پلید و دروغگو و آدم خور و آدم کش رو دوباره بکنیم تو شیشه که نداشتیم اون ورد دومو. حالا جوانای ما دارن با دادن خونشون و زندگیشون میخوان این ورد رو یاد بگیرن. برای بهتر خوابیدن باید خوب بیدار بود. این چند معنی داره، هم معنی بهداشتی داره، هم معنی طبیعی داره و هم معنی اجتماعی. ملتی میتونه بخوابه که خوب بیدار باشه. ملت‌های بزرگ دنیا فرق نمی‌کنه، انگلیس، دانمارک، سوئد، نروژ، ایتالیا، آمریکا، اینا اول خوب بیدار بودن. قوانین اساسی و سیستم اداری و سیستم مقننه و سیستم مجریه‌شون همه رو تنظیم و درست کردن. حالا راحتن، گردشو میره، تفریحشو میره، اسکیشو بازی میکنه، اسکی رو آبشو میره، با بچه‌هاش هم میره. برای چی؟ برای اینکه بیدار بوده، فهمیده چیکار کنه، حالا راحت بره بخوابه. و ما ملت ایران بدبختانه هیچ وقت بیدار نبودیم. جان رو دادیم، خون رو دادیم، زندگی رو دادیم، حکومت رو عوض کردیم، بعد پلید در اومده. در مشروطیت همینطور بوده، در ملی شدن نفت همینطور بوده، در 22 بهمن هم همینطور بوده. وقت دیگری ما نداریم، از اتاق فرمان مثل اینکه اشاره می کنن. راستم میگن با سپاس از یکایک که هم میهنان ارجمند که ساعتی از وقت خودشون رو به این برنامه دادن، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش باد. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران، ایرانی که با همه آسیب هایی که نادانی ما ملت بر او وارد آورده، هنوز ایرانه، هنوز پایداره و همیشه هم پایدار خواهد بود. شب و روزتون خوش باد.